خیلی خوشبختم. واقعاً خیلی خوشحالم که اینجا هستم و من داشتم با آقای شاهی میگفتم این اسای مؤسسه واقعاً خیلی من ندیدم اصلا تو آمریکا می همچین مؤسسه وجود نداره. حتی تو لس آنجلس من چیز نمی کنم که یه همچین مؤسسه هنرستانی یه آکادمی برای موسیقی باشه و این هم شاید داشته باشه. واقعا من تبریک میگم بهتون و خیلی خوشحالم که یه همچیزی به قول انگلیسی I feel at home. بعد از این همه همش ما به آمریکایی‌ها درس میدیم، بعد هم سر کلاس خوابشون میبره، بعد اصلا میبینیم که اصلا واقعا باید جایی باشیم که بتونیم با شنونده بتونیم یه چیزی رو کنکشن یه چیزی رو بر یه ارتباطی رو برقرار کنیم. واقعا خیلی خوشحالم که خیلی خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من تشکر میکنم ازتون. سفر خیلی خوبی بود. ما دیروز یه کنسرت داشتیم و تحت گروه چارسو که قطعات آهنگسازان معاصر ایران رو اجرا کردن و فردا من دارم میرم اون طرف آمریکا توی شهر پورتلند که روز شنبه یه قطعه و اونجا اجرا میکنم و خلصه همش در سفر بودیم ما توی این جریان. و من میخواستم به صورت روندی که میخوام چیز بکنم اینی که من یه مقدار به صورت کلی در رابطه با این قطعه که برای شما میخوام به شما عرضه بکنم این صحبت میکنم، بعد ما قطعه رو میشنویم و بعد اگر خواستیم یه مقدار مسئله تکنیکی و مسئله آهنگسازی در میان بیار در سوال جواب این رو چیز میکنم که به اصطلاح من سعی میکنم زیاد تکنیکی نباشه وقتی به صورت کلی باشه. قطعه که من راجع بهش میخوام صحبت بکنم اسمش هست روان وسعت بی واژه که یک کنسرتو هست برای نی ایرانی و ارکستر غربی که ارکستر بزرگ غربی هست. من فکر میکنم اولین قطعه باشه که یک قطعه قبل از این به قطعه معروف نینوا هست که طرف استاد حسین علیزاده، ولی این قطعه برای نی و ارکستر زهی هست. من فکر میکنم این یه قطعه شاید اولین قطعه، حالا من آشنایی ندارم، شاید کسی دیگه یه قطعه نوشته، ولی این قطعه هست که برای نی ایرانی با ارکستر بزرگ یعنی ارکستر سمفونیک غربی نوشته شده. یه اشاره خیلی کوتاه تاریخی راجع به نی من بکنم. ببینید نی قدیمی ترین ساز بشر هست، قدیمی ترین سازی هست که تا حالا در واقع نواخته میشه. فکر میکنم عمرش به 5000 سال برسه. اولین چیزهایی که از نی در آوردن در کاوش هایی که توی شهر اور در میان رودان یا مسوپوتامیا یک چیزی مثلا یک نقاشی رو از نی به دست آوردن. همچنین در کاوش هایی که در اهرام ثلاثه مصر کردن یک چیزای سنگی از نی به دست آوردن. بنابراین نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر هست که هنوز تا به اصطلاح تا قرن حاضر اجرا میشه. نی در تمام خاورمیانه و خاور نزدیک و شمال آفریقا زده میشه. نی اسم ایرانی هست، انگلیسیش میشه رید، ولی با تلفظهای مختلف، مثلا نای بهش، بعضی موقع نای بهش میگن، بعضی موقع نی میگن، در ترکی بهش نای چیز میکنن، ولی به هر صورت همون نی لغت ایرانی هست. در تمام بجز ایران نی تکنیک نواختن نی این هست که ببینید نی سازی هست بسیار ساده، از یا چوب بمبو درست میکنن یا از چوبای مختلف. البته نی های مختلفی هست، نی های فلزی هست، نه با چوب درست میکنن، ولی بیشترش رو از
اقتصاد چوب خیزران درست میکنن و چهار تا پنج تا سوراخ روش هست، یکی هم اون پشته. بعضی موقع شش تا سوراخ رو هست، یه دونه هم پشته. و در تمام خاورمیانه، یعنی تمام شمال آفریقا و در موسیقی به اصطلاح کشورهای عربی زبان مثل لبنان، مثل سوریه، مصر، عراق و ترکیه، نی جوری نواخته میشه مثل اینکه یه بسیار نی رو میزنن رو لبشون و توش فوت میکنن به این صورت. تنها ایران هست که نی با یک تکنیک به خصوصی که به اسم تکنیک اصفهان معروفه نواخته میشه. تکنیک بسیار مشکلی هست که از قرن 16 تقریبا 16 میلادی در اصفهان رشد میکنه از طریق نایب عبدالله که از بزرگترین استادان نی به تهران میاد و به قاجار بسیار در موسیقی قاجار در دربار قاجار پخش میشه و الان بسیار تکنیک اصلی موسیقی نی نوازی ایران همون تکنیک اصفهان است. بهترین نی نوازان ایران از اصفهان میاد، مثل استاد حسن کسایی، استاد حسین امیدی. و این تکنیک الان شما این مثلا شما دارین این چیزو، شما دارین این ما 20 تا 25 تا آوردم همه اونجا هست. شما من هست الان میدم دست تو هست شما قایم کرده بودید همون بله نمیدم چرا یه این عکس آقای خسرو سلطانی هست و من توضیح میدم در باره ایشون. شما ببینید تکنیک نی جوری که در ایران نواخته میشه اینه که نی رو میذارن یا روی دندون جلو یا روی دندون عقب به این صورت، بعد لبو میبندن و یک حالت بسیار آکوستیک خیلی جالبی در این چیز به وجود میاد که کاملا مشخصا چیز نی ایرانی هست. صدا به جای اینکه بیاد توی نی میره توی کاسه سر، میره تو سینوسا، توی این حفره های سینوسی اینجا، توی حفره های سینوسی دماغ و توی حفره های سینوسی اینجا و اینجا، و اینها در واقع حالت جعبه رزونانس، یعنی سر نوازنده جعبه رزونانس به صلاح نی میشه. ببینید همه سازه ایرانی جعبه رزونانس دارن به جز نی. در نی تکنیک اصفهان حالتی رو به وجود میاره که سر نوازنده و حفره های سینوسی توی دماغ و اینجا ها به صلاح حالت جعبه رزونانس رو پیدا. و وقتی این صدا میاد بیرون شما صدای پایه رو میشنوین و بعضی موقع ها هارمونیک دوم و هارمونیک سوم، یعنی ولی صدای هارمونیک دوم و سوم شنیده میشه بلکه توی زنگ صدا هست که این چیز میشه. مثلا اگر نوت پایه نوت دو باشه، وقتی این دو رو میزنین این به صورت نوت پایه هست، این هارمونیک دوم هست و این هارمونیک سوم هست. اینا در زنگ صدا حالت نی رو عوض میکنه. به این خاطر صدای نی در تکنیک ایران کاملا با صدای نی در تمام خاورمیانه و تمام شمال آفریقا فرق میکنه. یک، دو اینکه نواختنش بی نهایت سخته. من یادم میاد برای همکارم که نوازنده بسیار بسیار معتبر و
نوازنده فلوت هست و سازای تمام دنیا رو جمع میکنه. من موقعی که ایران بودم یه نی براش آوردم و همکار من توی دانشگاه کارنگی میاد. بعد از 4 ماه اومد به من گفت اینو گفت تو این چه سازیه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت من الان 4 ماه دارم چیز میکنم، یک دونه صدا نتونستم ازش در بیارم. و به همین خاطر مثلا این زنگ صدای نی برای من خیلی چیز بوده و من سعی کردم در کارهای قدیمی، کارهای قبل از این کاری که میخوام برای شما به شما چیز بکنم، صدای نی رو از طریق فلوت خود غربی در بیارم و یه تکنیکی رو من چیز کردم. وقتی این تکنیک جدید نیست، نوازنده های جاز در نوازنده های جاز این رو استفاده میکرد. این تکنیک این هست که نوازنده هم میزنه هم میخونه. در موسیقی ایران به زمزمه معروفه و در موسیقی مثلا در موسیقی قشقایی، در موسیقی بختیاری اینو چیز میکنند با نی میکنند. این حالت زمزمه همین کاری که من گفتم در با فلوت ترورس ایجاد میکنه. من چندین قطعه در راجبی نوشتم. بعد دیگه خسته شدم، گفتم من حتما برای خود نی باید بنویسم، به قول انگلیسی ها the real thing، و میخواستم یه قطعه بنویسم که بسیار برای خود نی چیز بشه. شانسی زد و به من به اصطلاح یه قرارداد مشترک از طرف ارکستر مدرن بوستون و ارکستر مجلسی لس آنجلس به من داد که من پیشنهاد کردم یه کنسرتو برای نی ایرانی و ارکستر بنویسم و اینا قبول کرد. بعد الان من داشتم توضیح میدادم به دوستان که ببینید در شما ارکسترهای آمریکایی تمرین نمیکنن. شما میان دو جلسه میان میزنن بعدم میرن رو صحنه. اینجوری نیست که یک هفته تمرین کنن. بنابراین نوازنده‌ای که باید این چیزو بزنه اولا باید بتونه با ارکستر غربی بزنه، دوم اینکه با یه تمرین باید بیاد بره رو صحنه. این بود که ما یه شروع کردم تمام دنیا گشتن که یه همچین نوازنده نی رو من پیدا بکنم. رفتم ایران، از ایران این طرف اون طرف، حتی نوازنده های به اصطلاح مثلا نوازنده مصری رو، نوازنده های ترک و کسی رو پیدا نکردیم که یه همچین کاری رو بکنم. بالاخره به قول معروف، به قول حافظ میگه یار در خانه ما گرد جهان میگردیم. بعد فهمیدم که دوست عزیز من که هم کلاسی من بود آقای خسروی سلطانی نوازنده بهترین نوازنده نی هست و تمام سازهای بادی ایرانی رو میزن و ایشون باسون میزدن توی ارکستر سمفونیک ایران، باسون اول بودن با ارکستر رادیوی اتریش باسون میزدن و ایشون راحت میتونن با یه دونه چیز برن، با یه دونه تمرین برن رو صحنه او بزنن. و بعد من بهشون زنگ زدم گفتم چه کاری رو میخوام بکنم، گفتن باشه حتما. این خیلی هم خوشحال شدم و من شروع کردم به نوشتن این قطعه. متاسفانه در سال 2004 من سال 2003 شروع کردم این قطعه رو نوشتن. در سال 2004 همسر آقای خسرو سلطانی که اونم دوست نزدیک ما توی هنرستان بود، خانم فرزانه نوایی، فوت کرد. این سرطان معده داشتم و این مثلا یه چیز خیلی برای من خیلی چیز غمگین کننده بود که این قطعه به خاطر ایشون تقدیم شد. بعد من سال 2005 رفتم اتریش برای اینکه آقای سلطانی تو اتریش هستن و این قطعه رو ما تمرین کردیم و در 10 مارس 2006 در شهر بوستون اجرای اول این قطعه بود. اجرای اول غرب آمریکا در شهر لس آنجلس از طرف اجرای اول شرق آمریکا آقای خسرو سلطانی سولیس بودن و ارکستر مدرن بوستون، باستن مدرن ارکسترا.
Project به رهبری آقای گیل روز. اجرای شرق آمریکا بود در 10 مارچ 2006. اجرای غرب آمریکا، اجرای اول غرب آمریکا در شهر لس آنجلس بود از طرف ارکستر مجلسی لس آنجلس و آقای خسروی سلطانی سولیست بودن. بعد اجرای اول در اروپا در شهر وین بود از طرف ارکستر آستریا-اسلوواکیا فیلهارمونیا که سولیست دوباره آقای خسرو سلطانی بودن در تالار تاریخی موزیک فرانک، یکی از تالارهای تاریخی شهر وین هست. بعد در روز 28 مارچ 2009 بود به اجرا در آورد. در سال 2010 در شهر ساکرامنتو این قطعه اجرا شد از طرف ارکستر فیلارمونیک ساکرامنتو. تمام سولیست‌ها همیشه آقای خود آقای سلطانی بودن. در سال 2013 در آلمان در شهر رویتلینگن از طرف ارکستر فیلهارمونیک وورتمبرگ اجرا شد و بعد در همین ژانویه که میاد، ژانویه 23 تا 26 ژانویه 2020 در شهر رن در بریتانی در فرانسه این قطعه از طرف ارکستر فیلهارمونیک بریتانی به اجرا خواهد. دوباره سولیست آقای خسرو سلطانی هست. اسم قطعه هست رو به آن وسعت بی‌واژه که در رو به آن وسعت بی‌واژه که ترجمه انگلیسیش هست Toward an Endless Play. رو به آن وسعت بی‌واژه برای آقای خسرو سلطانی نوشته شده، همونطوری که بهتون عرض کردم، و به خاطره همسر آقای سلطانی خانم فرزانه نوایی که در سال 2004 فوت کردن تقدیم شد. قطعه دارای یک پرلود و 3 موومان هست. موومان دوم و سوم از طریق یک اینترلود به هم وصل میشه. فرم، اسم و محتوای قطعه از شعر زیبای سهراب سپهری تأثیر گرفته. خیلی کوتاه من راجع به سپهری صحبت بکنم و این شعر رو من براتون اینجا ترجمه انگلیسیش هست ولی اون قسمت فارسیش هم شما چیز بکنم. سپهری شاعری هست که بعدی من سپهری یکی از شاعرهای نادری هست که در واقع پلی هست از شاعرهای عرفانی ایران مثل حافظ، مولانا و عطار به جامعه قرن بیستم ایران و در دقیقا همون مسائلی که اینا مطرح میکنن به زبان خیلی ساده با جامعه مدرن ایران مثلا این رو وصل میکنن. به همین خاطر سپهری بسیار محبوب هست در بین ایرانی. چند سال پیش که من تهران بودم دیدم که توی اتوبوس ها شعر سپهری رو زدم. تا شقایق هست زندگی باید کرد. یکی از مسائلی که سپهری چیز میکنه امید میده، برعکس شعرهای مثلا دیگه یا مثلا شعرهای سیاسی، اجتماعی سیاسی که ناامید میکنه مردم، همش راجع به مسائل بدبختی و جنگ و نمیدونم چی و همه اینا صحبت میکنه. البته اینا رو هم باید صحبت کرد ولی سپهری راجع به این صحبت نمیکنه. همیشه امید میده مثل شعر حافظ و همیشه شادی، یعنی امید میاره. به خاطر همین خیلی سپهری محبوب هست در دل ایران. مثلا مجموع شعرهای سپهری 8 کتاب 1,000,000 نسخه در ایران چاپ شده و تجدید چاپ شده. این شعری که من انتخاب کردم از یک شعر سپهری است به اسم ندای آغاز. خیلی کوتاه توضیح میدم. در ندای آغاز شاعر که سپهری است یک ندایی رو میشنوه و توضیح میده که این ندا رو میشنوه، میگه چه کسی بود صدا زد سهراب، آشنا بود صدا با مثل هوا و وطن دهر. بعد میگه مادرم در خواب است و منوچه رو پروانه و تمام مردم شهر. و بعد یواش یواش این بسیار شاعر در آخر شعر به سالک تبدیل میشه، تصمیم میگیره که بره و به اون وسعت بیواجه برسه. وسعت بیواجه در واقع همون مرحله کمال هست، مرحله عرفانی کمال یا در چیز فلسفه هندو ایران مرحله ایروانا هست.
نیروانا. و بعد آخر قطعه، آخر شعر میگه که باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بی‌واژه که انگار من را میخواد. مسئله ندا در مثلا عرفان ایران خیلی چیز هست. حافظ میگه تو راز کنگره عرش میدهند نفیر، ندانم که در این دامیه چه افتاد. عطار میگه ای میان چاه ظلمت مانده، مبتلای حبس مهنت مانده، خیش راز این چاه ظلمانی برد، رو به سوی عرش رحمانی برد. توی شعرهای سپهری مدام مسئله ندا و اون صدایی که از میاد مدام تکرار میشه. میگه بانگ از دور مرا میخواند، لیک فاهایم در غیر شب است. در جای دیگه دوباره راجب صدایی که ازش چیز میگه، در همین چیز دوباره همون ندایی که میشنوه شاعر، شاعر رو به سالک تبدیل که بره و به حقیقت بپره. در واقع این حرکتی هست که تمام قطعه رو در بر میگیره و در تمام طول قطعه نی نقش رهرو یا سالک رو بازی میکنه و ارکستر نقش محیط سالک یا وادی رو در به اصطلاح تفکر فلسفی ایران وادی رو بازی میکنه. و من یه مقدمه کوتاه در مورد هر موومان براتون چیز میکنم، بعد این رو قطعه رو هم میشه. قطعه با یه مقدمه، با یه پرلود به اسم چاه ظلمت، چاه ظلمت نفس بشری، محیط خشم، جنایت، وحش، وحشت، بدبختی، جنگ. زبان موسیقیایی مقدمه بسیار خشن و آتونال هست. من I'm warning you. Make the seat belt. بسیار خشن و آتوناله. برای اینکه ایماجی که برای اینکه اون چیزی که نشون میده مثلا وحشت و بدبختی و جنگ و این هست. و در آخر قطعه صداهای آژیرا میاد که آژیر همیشه یه چیز شومی رو نشون میده و از یه وقایع شومی خبر. از این محیط هست که مثلا رهروی ما میخواد گذر کنه و این مقدمه کوتاه هست، میاد به مهمان اول به اسم گذار. در این مهمان نی با آوای غمگینی که در فضای تونال، در فضای مدال بیات کرد هست آغاز میشه. در طول موومان نی از تتراکوردهای مختلف شور عبور میکنه و در آخر موومان با به کار بردن تتراکورد همایون به فضای همایون گذار میکنه. موومان دوم اسمش از سما. موومان دوم در فضای تونال همایون هست که با به کار بردن تتراکوردهای همایون در این فضا حرکت میکنه و واژه های موسیقی های موومان به طور چرخشوار مرتب دور همدیگه میچرخن که یک بسا تصویری از چرخش به صلاح صوفیان چیز میکنه. ولی مرتب فضای تونال از چرخش درویشان یا سواز که این تداعی فرمال موسیقی هست از این چرخش ها که اینا مرتب دور همدیگه، این موتیوا مرتب دور همدیگه میچرخن. موومان دوم با یه انترلود، یه به صلاح پلی هست به اسم انترلود که اسمش هست برگشت به چاه ظلمت. انترلود یا اون پل موومان دوم رو به موومان سوم تبدیل میکنه. دوباره زبان موسیقی خیلی خشن میشه اینجا و دوباره همون خشن و آتونال میشه ولی و میاد به موومان سوم. موومان سوم اسمش هست فرود و فنا. موومان سوم در فضای مدال دشتی حرکت میکنه. ایده های موسیقیایی موومان اول و در موومان سوم دوباره بازسازی میشن. همچنین موتیف و ملودی اصلی موومان دوم هم در موومان سوم در فضای دشتی دوباره بازسازی میشه. در اینجا این قطعه رو با هم میشنویم. این قطعه
ضبط شده. این من سی دی شو آوردم اینجا. اینجا هست. و اگر خواستین که خواستین افتیا بکنین $10 $10 و این به اصطلاح در سال 2006 ما این رو ضبط کردیم و اجرا شده از طرف ارکستر مدرن بوستون به رهبری آقای گیلروز و آقای خسرو سلطانی سولیست نشسته. حالا ما این رو با هم